آقای کارتوکوه، همیشه قصا میخوری، همیشه کافرها رو میکشی، ما هم همیشه صدات میزنیم خرس کوهی و واقعا خرس کوهی شدی. برادر خب شما قیافم رو میبینید و گول میخورید، نمیدونین که تو این کله بزرگم چه حکایت ها و رویه های داره. اجازه میدی برادر؟ ایوالا برامون تعریف کن. ایوالا برادر، یه حکایت براتون میگم، چه واقعی باشه چه خیالی، حرفمو قطع نکنین باشه؟ ایوالا. خوبه برادر، خوبه. یه مرد شجاعی بود که صداش می زدن دمرال دیوونه. برادرا، این مرد شجاع در واقع یه جنگجو بود، اما مهمتر از همه اون فوق‌العاده قوی بود. اونقدر قوی بود که اگه به کوه می خورد حال می داد و جا به جاش می کرد، اگه به صخره می خورد و با شمشیر از بین می برد. برادرا، یه روز دمرال دیوانه روی یه نهر خشک یه پل ایستاد. پل روی نهر خشک به چه دردی میخوره برادر؟ برادر، همون اندازه که برادر دوان تو خیمه به ما کمک میکنه به درد خور. در حال برادر، دمرال دیوانه روی نهر خشک یه پل ساخت. اون سی سکه از مردمی که از پل رد میشدن میگرفت، اونایی که نمیدادن ازشون به زور 40 سکه میگرفت. البته دمرال دیوانه بود دیگه، ایش که جرات نداشت جلوش وایسه یا رو حرفش نبیاره. برادرها، یه روز یه دلاور از قبیله همسایه فوت میکنه. همه ی مردم گریه کردن و عزادار شدن. بعدش دمرال دیوانه اینو شنید و دوید سمت اون قبیله. یه دلاوری رو دید و پرسید که این دلاور رو با بیرحمی کشته؟ مردم گفتن عجلش رسیده بود، عزرائیل اومد و جونش رو گرفت. همین برادرها، دمرال دیوانه فوق‌العاده قوی بود، اما به اندازه برادر توان باهوش نبود. گفت که این عزرائیل کیه؟ کیه که میاد به قبیله و جون میگیره؟ دستشو باز کرد و بالا برد و گفت خدایا کمک کن این عزرائیل رو پیدا کنم و بذار باهاش بجنگم و جون این دلاورا رو ازش پس بگیرم. اینو گفت برادرها، پس قبیله رفت بیرون. همینجوری راه رفت برادرها و فکر میکنین یه ها کی جلوش سبز شد؟ بگید ببینم. خب بگو کیو دیدی که برادر؟ اسرائیل رو دید. برادرها، وقتی دمرال دیوانه سمت اسرائیل حمله کرد، اسرائیل گرفتش و پشتش به خاک مارید. برادرها، اون همون طور که داشت جون دمرال رو میگرفت، درست همون موقع بود که دمرال دیوانه سر عقل اومد، با گریه بهش التماس میکرد، بهش التماس میکرد جونش رو نگیره. برادرها، اسرائیل بهش جواب داد و گفت که فقط وقتی از جونت میگذرم که یکی دیگه بخواد به خاطر تو بمیره، فهمیدی؟ برادرها، دمرال دیوانه در جا رفت پیش مادرش، از اون پرسید که مادر، حاضری واسم بمیری؟ اونم براش نمرد. سری رفت پیش پدرش، برادرها، پدرشم به خاطرش نمرد. برادرها، به خاطر این دمرال دیوانه فهمید که مرگش فرا رسیده. به خاطر همین سری رفت پیش زنش تا خداحافظی کنه. وقتی جریان واسش تعریف کرد، زنش گفت که تو نباشی زندگی واسم معنایی نداره. به اسرائیل گفت بیا جاش جونه منو بگی.
خدای من. وای برادرا، همین که زنش این حرفا رو بیزد، اسرائیل جلوش ظاهر شد. همون طور که داشت جون زنه رو میگرفت، دمرال دیوانه طاقت نیاورد، زانو زد و دستاشو باز کرد و پیش خدا دعا کرد، گفت که خدایا تو باید جون هر دوی ما رو بگیری. برادرا، خدا از این دای دمرال دیوانه خیلی خوشش اومد و جون هر دوشون رو بهشون بخشید. برادرا، خب صبر کنین صبر کنین. پس این حکایت چی بهمون میگه برادرا؟ اگه نمیتونید من بهتون میگم. خب برادرا، این حکایت به ما میگه قبل از مرگت باید بمیری. برادرا، ما باید قدر زندگی خودمونو بدونیم. ما باید قبل از مرگ قدر زندگیمونو بدونیم که هیچ شمشیر یا سلاحی اصلاً نمیتونه اسرائیلو شکست بده. ما باید با شیطان بجنگیم و تو اون جنگ پیروز شیم. بگو ببینم برادر بامسی، اگه این اتفاق برای تو بیافته، زنی داری که بخواد برات بمیره؟ تو چی کار میکنی؟ برادر، من سیبیل تو زدم و تو هنوز آدم نشدی؟ منو ترسوندین کتلو جال. چی کار میکنی آیبو که خاتون؟ برای جناب امیر غذا آماده میکنم. دفعه پیش که دیدمت داشتی برای توکتامیش خان غذا آماده می کردی. خدا رحمتش کنه، مرد بیچاره بی گناه بود. خدا بیامرز بی گناه بود، اما چه کسایی مسمومش کردن؟ همشون مجازات شدن. اورال خان سر سیمون عوضی رو قطع کرد. خدا سایه یه خانو از سر ما کم نکنه. اگر کسی کمکشون نمی کرد، هیچ وقت نمی تونستن سمبا به خورده توکتامیش خان بدن. چرا عجله داری آیبوک خاتون؟ چرپان خاتون منتظر منه. پس سود باش برو، زیاد منتظرش نذار. پرش کن برادر، دست درد کن. ای والا، ای والا برادر. واسه دیگه داری همه غذا رو میخوری؟ یکم هم برای فرماندار بذار. ای برادرم، فکر میکنی این از سر کیف میخورم؟ امتحان میکنم سمیه یا نه. چجور سمی میتونه تو رو بکشه خرس کوهی؟ هیچی نمیتونه، بدنم خیلی قویه ماشاءالله. دوان، مراقب کسایی که میرن و میان باش. به علیکو بگو خودش با تاجرهایی که دعوت شدن احوال پرسی کنه.
هیچ غریبه ای نباید باشه. ای والا برادر، کار خوبی نمی کنی یا برادر؟ اگه همینجوری بخوری چاق میشی و اون وقت دیگه هلنا نگات نمی کنه. ول کنین دیگه، شامو کور کردین. شامو کور کردین. کاری لازم انجام دادی نارتوک خان؟ همه چی تحت کنترل خان. امروز روز مهمی برای بازار هانلی و مردم اینجاست، باید میزبانشون باشیم. اصلا نگران نباشین خان، اما من نگران امیر سعادت و دینم. مطمئنن از اینکه فرماندار اینجا بیاد خوشش نمیاد، از این برای فاصله انداختن بین شما و سلطانمون استفاده میکنه. ما صلح میخواییم آرتوک خان، مهم نیست امیر سعادت الدین به سلطان چی میگه. تا وقتی فرماندار طرفمون باشه و صلح ادامه داشته باشه، سلطانمون خوشحال میشه. همینم برامون کافیه. این اصلا خبر خوبی نیست که امیر سعادت الدین چند روزی و تو قبیله یه چاودار مهمون بوده خان. ظاهراً اتحاد شیطانی تشکیل شده. اورال و امیر سعادت الدین با هم دیگه فتنه و درد سر درست میکنن. بذار هر کاری دلشون میخواد بکنن، ما خدا رو داریم. ایوالا خان. خان اجازه هست؟ بیا عبدالرحمن. فرماندار و واسیلیوس اومدن. خانوم، کتلو جا منو تحت فشار قرار داد، میخواد از زیر زبونم درباره یه توکتامیش حرف بکشه. تو که چیزی بروز ندادی؟ نه خانوم. خوبه، یک کلمم حرف نزن، خودم حلش میکنم. بازم سفره جانانه ای آماده کردی چلپان خاتون، دستت درد نکنه. نوش جونتون پدر. برید به بقیه هم بگین بیان. خیلی خوش اومدی. خوش اومدی هلنا. ممنونم حلیمه خاتون. ممنون ارتغرل خان. شما هم خوش اومدی فرمانده واسیلیوس. پدر، این همون مردیه که جونمو نجات داد. خیلی ازت ممنونم آلپشه جان. اسمت چیه؟ اسمم بامسی آلپه. هلنا خاتون هلاکی شلوغش کرده، خدا کمک کرده، منم نجاتش دادم، کاری نکردم. هلنا، اگه دوست داری تا شام حاضر میشه یه جای دیگه منتظر بمونی. بفرمایید. بفرمایید. بفرمایید.
از میزبانی دوباره شما واقعا ممنونم. بالاخره برای یه چیز خوب دوره هم جمع شدی. امیدوارم بیشتر دوره هم باشیم. ما هم خیلی دوست داریم شما را از این به بعد بیشتر ببینیم. البته منم دوست دارم مهمون قلعه باشی. انشالله. هر وقت خواستی بیای اینجا به همون خبر بده، ما به استقبالت میایم. آلپامونم مراقبن تا صحیح و سالم برسی اینجا. اینجوری خیال پدرتم راحت میشه. من به آلپاتون مدیونم. دیدم چه جنگجوهای شجاعی هستن، مخصوصا بامسی آلپ. اون جونشو به خطر انداخت تا منو نجات بده. بامسی آلپ همینطوریه، اون خیلی شجاعه. اما گل ظاهرشو نخور، اون قلب مهربونی داره. خودم فهمیدم، اما خیلی خجالتیه. منو که میبینه دست و پاشو گم میکنه. بامسی آلپ تا حالا تو زندگیش به هیچ زنی علاقه‌مند نشده بود، برای همین یکم خجالت میکشه. چطور یه جنگجوی شجاع مثل اون میتونه؟ عیسی گفت من دروازه گوسفندان هستم. همه کسایی که قبل از من اومدن دزد بودن، اما گوسفندان به اونا گوش نکردن. من دروازه هستم. یه دزد فقط میخواد دزدی کنه و بکشه، اما من اینجام تا مردم تو فراوانی زندگی کنن. در آرامش بخواب گالاتیا، خدمتکار کوچولوی من. در آرامش بخواب. بیا این شروع کنی. بسم الله. ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله. خب برادر، دلیل اومدن من که معلومه. در امان بودن قبیله های ترکمن. میدونین که برای امنیت داشتن دائم باید دنبال چیزهای مقدس تر باشی. درست میگین جناب امیر. حالا وقتشو درباره کار خیر حرف بزنیم. آره، خیرترین کارم مسئله ازدواج جاندار خان، چون ازدواج باعث ایجاد خویشاوندی، صلح و اتحاد میشه. قصدم اینه که همینطور سر این سفره با آرامش بشینیم. چقدر خوب گفتی جناب امیر. ما خیلی وقته در حسرت صلحیم. میدونم، به خاطر همین مسئله
به اذن خدا و سنت پیامبر. دخترتون آسلیهان خاتونو ازتون خواستگاری میکنم. اینا تیراییه که اون بیشرف ها باهاش به اونا حمله کردن و میخواستن دخترتونو بکشن فرماندار. این همون تیریه که اونا فکر میکردن تیر کایی هاست و سعی داشتن قبیلمونو بدنام کنن. ما ترکا از چوب کاج برای تیرامون استفاده میکنیم. اونم نه هر چوب کاجی، بلکه بهترینشو انتخاب میکنیم. اونا از چوب درخت راش برای تیرها استفاده کردن. ما روی اونو با پوست آهو میپوشونیم تا اینکه باد نتونه در حرکتش اختلال ایجاد کنه. اما برای این تیرها از پر پرنده ناشناسی استفاده شده. شما سعی دارین چی بگین ارتغرال خان؟ کسی که سعی کرده صلح بین ما رو خراب کنه ترکمن نیست، چه برسه به کایا. شما چطور جرأت میکنین بگی خائن یکی از ماست ارتغرال خان؟ چیزی که جالبه اینه که سر تیر به سبک بیزانسی چکش خورده، نه ترکمنی. اگه بهترین کماندارایی که دنیا به خودش دیده سر تیر و اینجوری میکوبیدن، به جای اینکه به اسلام رو بیاریم باید برده ی قبیله های دیگه میشدیم فرمانده واسیلیوس. یا اینکه الان تو این سرزمین یا سر این سفره نبود. آره، اگه خائنی باشه باید بین افراد خودتون دنبالش بگردین فرمانده واسیلیوس. اینو بدونید که پسر سلطان سلیمان ارتغرل تا اون خائنو پیدا نکنه و نکشه آروم نمیگیره. عزیفه منه که اون خائنا رو به موقع پیدا و مجازات کنم. فقط شما بدونید که این آلپ شجاع که جونه دخترم رو نجات داد و فقط به خاطر صلحیه که امپراتور میخواد بیدرنگ جنگید، از این به بعد به چشمای من چقدر انسان ارزشمندیه. واسیلیوس، خدا رو شاهد میگیرم تا وقتی زندم هر جوری شده این رابطه دوستانه رو ادامه میدم. امیدوارم ارتغرل خانم بدونن چه رابطه پر افتخاری نصیبشون شده. پسر سلطان سلیمان ارتغرل و قبیلش. صبر، سفر و جنگ کردن و قدم به این سرزمین گذاشتن. این قبیله خیلی خوب میدونه هم نشینی و بازی بد چیه. قدر شناسن، سپاسگزارن. با دوستامون دوستی و با دشمنامون دشمن.
فرماندار کاراجاهیسار به قبیلمون اومد و دوستیشو اعلام کرد. همه بدونن که از این به بعد دوستتون دوست منه و دشمنتون دشمن منه. برای ادامه دوستیمون من همه بدهی هایی که مردم کاراجاهیسار به مسافرخونه داشتن و تسویه کردن. و پسر سلطان سلیمان ارتغرل میگه خوشحالم که جهنم برای خائن است. تموم زندگیمو وقت دولتم و بعدش مردمم کردم جناب امیر. من به خاطر دولتمون جنگ های زیادی کردم. افتخار جانبازی منو از غم شهید نشدن آروم میکنه. اما تو این روزایی که شمشیر تو خلافم زنگ میزنه به من و قبیلم همچین افتخار بزرگی دادین که به خاطرش از شما خیلی سپاسگزارم قربان. البته که همچین ازدواجی باعث افتخار ماست، ولی که میخوام بدونم که بچه هام در این مورد چه نظری داره. خوشحالیم که خواهر عزیزمون مناسب خودتون دونستین جناب امیر. پیشنهاد شما خیلی از قبیله های ترکمن رو که به ما ملحق میشن و به دولت متصل میکنه. همچین ازدواج فرخنده‌ای مناسب دختر زیبایی مثل آسلیهان خان. علیار خواهرم آسمیهان بهترین تصمیم رو میگیره پدر. آسمیهان دخترم، دوست دارم نظر تو رو درباره این بدونم. به پیشنهاد جناب امیر چه جوابی میدی؟ با حفظ صلح و ادامه دادن تجارت بهترین جوابو به اون عوضی دادیم. پس بذارین قبل از برگشت به قلعه با تجار حرف بزنم. بذارین از زبون خودم بشنون که تجارتمون همچنان ادامه داره. اینجوری دشمنامون همراه دوستامون در موردش میشنون. فکر خیلی خوبیه. پس بریم. مگه زبونتو خورد دادی دخترم؟ چرا نمیگی؟ همه میخوان نظر تو رو بشنون. چی میگی؟
جهاد امیر سعادت الدین نه فقط برای شما، برای منم افتخار داره. همسر جناب امیر شدن که خودشون وظیفه بزرگی و تو قصر سلطان در کنار تاج و تخت بر عهده دارن، بار بزرگی رو دوش من میذاره پدر. اصلیحان، هیچ باری وجود نداره که نتونی از پسش بر بیای. میخوام عمرم رو برای خدمت به مردم بذارم، برای قبیلم، پدرم، برادرام. گفتم جای من باید توی خیمه باشه، نه بین دیواره سنگی و تاریک قصر. من همیشه دلم میخواست بچه هامو تو سرزمینای درندشت بزرگ کنم، نه تو اتاقای سوت و کور قصر. اصلیحان، چی داری میگی؟ اورال، تو سعی داری چی بگی دخترم؟ اگه خان دستور بدن البته که با افتخار قبول میکنم، اما اگه بذارن خودم تصمیم بگیرم، همونیه که گفتم. جناب امیر نباید این پیشنهادو به دختری میداد که عاشق ییلاق و قشلاق رفتن و اسب سواری کردن تو چمنزاره. باید به دختری میگفتن که لایق قصر باشه. حتی این حرف شما نشون دهنده اینه که چقدر ارزش یه قصر رو میدونی نازلیان خاتون. با اجازه شما پدر، جناب امیر، میخوام به این پیشنهادتون بیشتر فکر کنم. مردم گوش کنید، جمشین و گوش کنید، ارطغرل خان و جناب فرماندار میخوان تاجرا رو ببینن و باهاشون حرف بزنن. اونا میخوان رو در رو و از صمیم قلب صحبت کنن. آی مردم گوش کنید، جمشین و گوش کنید، ارطغرل خان و جناب فرماندار میخوان تاجرا رو ببینن و باهاشون حرف بزنن. اونا میخوان رو در رو و از صمیم قلب صحبت کنن. آی مردم، همه گی جمع بشین و به حرفاشون گوش بدین. خرس کوهی رو ببین چه قرش میکنه، ولی این خرس عجب صدای بلندی داره. یهودی، مسلمان، ارتدوکس، همه ما و تاجرای بازار از ارطغرل خان ممنونیم قربان. درسته. 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 درسته.
همه ما رو از دست خائنای عوضی و راهزنای ظالم نجات داد. درست میگه. زنده باد ارتغرل خان. زنده باد ارتغرل خان. اون خراجای ناعادلانه رو حذف و به مردم و به ما تاجرا کمک کرد. نظم و عدالت رو به بازارمون آورد. زنده باد ارتغرل خان. زنده باد ارتغرل خان. زنده باد ارتغرل خان. تاجرا رو به دست آورد ارتغرل خان. تقسیم کردن روزی که خدا با عدالت به ما داده وظیفه ماست. زنده باد حلیمه، به خاطر پدرت و برادرت خیلی ناراحتم. فتنه همینجا وجود داره. مطمئنم که ارتغرل خان خائنای این سرزمین رو پیدا میکنه و مجازاتشون میکنه انشاءالله. تاجرای صادق بازار هنلی، میخوام همتون بدونید که تجارت بین بازار هنلی و کاراجایسار دوباره شروع شده. علاوه بر این من دستور دادم تا چند روز دیگه بدهی های شما رو جمع آوری کنم. زنده باد فرماندار! زنده باد فرماندار! به فرماندار تیر زدن! به فرماندار تیر زدن! به فرماندار تیر زدن! مراقب باشه! پدر! بدو بدو! بدو! پدر! پدر! اسبا رو بیارید! بچه‌ام بدو بدو! همه ورودی ها و خروجی ها رو ببندید. من اون مرد رو میخوام. بامسی سری فرماندار رو ببر تو. پدر کمکش کنید. به پلن رو کمک کنید. پلن رو پدر بلن رو کمکش کنید. من گفتم به بربر رو اعتماد نکنیم. فرماندار گوش نکرد. اون مرد. ولی این همینجا تموم نمیشه. فراموش نکن این اتفاق تو مسافرخونه تو افتاده ارتغرل. برادر جناب فرماندار، جناب فرماندار، برادر طاقت بیار، دخترت منتظره. برادر طاقت بیار، جناب فرماندار طاقت بیار. پدر
اون از بازارت، اینم از مسافرخونت، اینم مهمون نوازیت. اگه اون عوضی رو پیدا نکنین، تو از نظر امپراتور مقصر شناخته میشی. ارتغرل خان، مگر نمیدونی اونا از وقتی من به قلعه شما اومدم خیلی اذیتمون کردن فرمانده وسیلفز؟ همه میدونن که این بازار مرکز شرارت و فتنه است، نمیتونی انکارش کنی ارتغرل خان. اگه نتونین اون بدصفت رو بگیرین، اینجا رو به آتیش میکشم. من بالاخره اون عوضی رو پیدا میکنم. بعد این کار هر کسی که افزارش رو گرفته حتی قبری برای پنهان شدن پیدا نمیکنه.